بیا هم خراغ لاست د اسلامی امارات باندې د محدودیتونو وضع کېدل هغه څه دی چې په یوه ورځو کې ډیری خبرې پرې څرګندېږي. امنیت شورا هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سفرونو د معاف کېدو په تړاو باندې لا تر اوسه پورې پرېکړې ته نه دي رسېدلي. په تازه ورځ کې بیا د اسلامي امارات لوړ پوړي چارواکي انس حقانی ویلي چې په تېرو شلو کلونو کې هم په اسلامي امارات باندې بندیزونه محدودیتونه ول، خو دغه څه پایله نه ده ورکړې او نړۍ باید د تعامل لاره په مخ کې ونیسي. بندیزونه پایله نه لري. پر موارد باندې بحث کوو د حزب اسلامي د ګوند د رهبرۍ شورا غړی محمد امین کریم را سره په بحث کړي. کریم صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. یو بحث داری چې اوس مهال مطرح کېږي د محدودیتونو مسئله ده چې د اسلامي امارات په چارواکو باندې کېږي. فکر کوي د نړیوالو محدودیتونه څومره سیاسي فشار ګڼل کېږي او همدارنګه کومه لاره پرانیزي؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و عرض سلام به شما و بیننده های برنامه وزینتان. خدمتتان عرض بکنم که محدودیت هایی که فعلا برای تنظیم امارات اسلامی افغانستان از سوی جامعه جهانی تأمین شده مطلب تازه و شگفتی نیست، و خاطر دارین که حتی قبل از اینکه واقعیت قدرت به تنظیم امارات اسلامی طالبان تعلق بگیره، کشورهای جهان من جمله در مسکو، کنفرانس شانگهای و همه کشورهای جهان اعلان کرده بودند که در صورتی که تنظیم امارات اسلامی طالبان قدرت را به صورت انحصاری در اختیار بگیرند، هیچ کشور حاضر نخواهد بود که نظام ایشان را به رسمیت بشناسد. بنان این یک مطلب بود که قابل تعجب و شگفتی امروز نیست. چیزی که مهم است این است که حکومت فعلی افغانستان تمامی معیارهایی را که به خاطر به رسمیت شناختن دارا باشه از او برخوردار است. بنان یک مقدار مسائل بدون شک تصامیم صاحب غرض هستند در رابطه با نظامی که فعلا در کشور ما حاکم است، و این مطلب هم مسئله تازه نیست، بلکه جامعه جهانی. بله، یاو بحث داره چې تاسو شراکت در رسمیت پیژندن لپاره معیارونه پوره شوی. نړیوال والې دغه سیاسي فشارونه همدارنګه محدودیتونه وضع کوي. په تازه مورد کې هم د سفرونو د معافیت مسئله ده چې لا تر اوسه پورې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې پرې اختلافونه دي، ځکه روسیه او چین د دې غوښتونکي دي چې ادامه پیدا کړي، سفرونه باید وشي. نور هیوادونه په دې تړاو باندې دا ډول دریځ نه لري او غواړي چې نه باید محدودیت واوسیږي. در معاهده که در دوحه امضا شد، یکی از چهار بند این معاهده که همش با هم مرتبط و منوط بود، به صراحت ذکر شده بود که در افغانستان آینده یک نظام همه پذیر و همه شمول از طریق یک مذاکرات ایجاد میشه. این بند توافق نامه از دیدگاه جامعه جهانی تکمیل نشده، و بنان یکی از دلایل عمده که این فشارها بر فشارهای قبلی افزوده میشه عدم تمکین جانبین، هم ایالات متحده آمریکا که با حضور نظامی فعلیش در فضای افغانستان مائده دوحه را بر زیر پا گذاشته، و هم بند سوم از طرف جانب مقابل تا به امروز حداقل تأمین نشده و یا نشانه از او هم نیست که بخواهند در آینده قریب این بند را اینا برش پابندی نشان بدن. بنابراین با در نظر داشت دساتیر جدیدی که تا یک سال گذشته بخصوص در آدرس زنان افغانستان صورت گرفته، جامعه جهانی را در تصمیمش مبنی بر عدم به رسمیت شناختن و حتی تأمین فشارهای بیشتر بر نظام فعلی مصممتر گردانیده است. بنابراین به گفته شاعر که بسیار مطلب در یک بیت خلاصه میکنه، مبنی بر اینکه طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی، یا همتی که اثر عالم توان گذشت. جامعه افغانستان امروز متاسفانه و شوربختانه شدیداً محتاج کمک های جهانی است، و در صورتی که نظام فعلی بر این مطلب مصر باشه که ما باید صبر بکنیم و حوصله بکنیم و جامعه جهانی ناگزیر از این خواهد بود که ما را به رسمیت بشناسه، ممکن است بر عده از بزرگان نظام
مشکل مادی و روحی ایجاد نشه ولی ملت ما از فقر و گرسنگی خدای ناخواسته به حالت وحشتناک و تباهکن پیش میره و این ضرورت جامعه افغانستان است ملت افغانستان است که تعامل با جامعه جهانی صورت بگیرد تعاملی که ارزش‌های ملی و دینی ما را زیر پا نگذاره بلکه با حفظ از ارزش‌ها تعاملی در با جهان و منطقه صورت بگیرد که اونا با ملت ما و با کشور ما سالم در پیش بگیرد انجینر صاحب یا بحثم داره یا بس د تعامل خبره انا سقانی هم وای چې نړی د فشارونو پر ځای باید د تعامل لار خپل کړي همدارنګه نورو چارواکو هم همدغه خبره کړې چې تعامل او مثبت اړیکې باید نړۍ سره وسي خو نړۍ هیوادونه ځینې غوښتنې لري د نجونو د شپږم څخه تر دولسم ټولګي د نجونو د ښوونځیو مسئله د میرمنو د کار حق میرمنو ته د ازادۍ ورکول همدارنګه د بشري حقونو دغه مسئلې لا تر اوسه پورې روښانه نه دي که څه هم د اسلامي عمارات یا د سرپرست حکومت خبره هم داده چې دغه برخه کې دوی خپل کارونه کړي د ملي ارزښتونو پر اساس باندې مخته ځي در صورتی که شرایطی را که جامعه جهانی پیشکش میکنه در تصادم با ارزش‌های ملی و دینی ما نیست ما چرا در مقابل این درخواست ها کماکان مخالفت نشان بدیم و در تأمین از او حداقل سهل انگاری بکنیم تعلیم دختران یک امر دینی هست تعطیل کردن امر دینی و یا تعلیق کردنش معنی بسیار عمیق‌تر از خود از این مطلب داره به این معنا که یک حاکم دینی میتونه که حکم از احکام دینی را برای مدت تعطیل و تعلیق بکنه و معنی منطقی دیگر از این تصمیمی است که مساله شرایط زمانی و مکانی در تحقق احکام دینی تأثیر گذار هستند به این ترتیب یک تفسیر جدید از دین به وجود میاد که شاید دو کسانی که تصمیم را گرفتن خود واقف بر از این نبودن و یا حداقل اگر او میپذیرن ما به کلی یک جهانبینی تازه و برداشت تازه از دین پیدا میکنیم این یک مطلب درون دینی است و درون مملکتی است و تقاضای ملت افغانستان است اقتضای دین هست به همین عدم موجودیت یک قانون اساسی بر کشور که ما ملت افغانستان و جامعه جهانی بدانه که چی ساختاری برای این مملکت که ما چگونه انتظار داریم که جامعه جهانی علارغم اعتراضشان این نظام به رسمیت بشناسه تعامل باید از داخل صورت بگیره مشروعیت نظام باید از داخل تمثیل شود ما این را میپذیریم که قدرت و تحریک امارات اسلامی طالبان هدیه داده نشده بلکه این نقد را با قربانی صدها هزار هموطن شهید ما و میراث بردن و باید این قدر هم جامعه جهانی بدانه و هم تحریک امارات اسلامی قدر ملت افغانستان را بجا بیاره از طریق ایجاد یک شورای نمایندگی ملت افغانستان همه پذیری و همه شمولی خود را به جهان به تمثیل بگذاره و به نمایش بگذاره دس حالت کې فکر کوي تعامل تر سره کیږي نړۍ خپلې غوښتنې کوي همدارنګه اسلامي امارت خپلې غوښتنې لري ولی لا تر اوسه پورې د انعطاف لپاره زمینه نه برابر شوې د انعطاف د نشتون په صورت کې تعامل کیږي فعلا به نحوی از انها تعامل در منطقه و در سطح جهانی با تحریک امارات اسلامی طالبان جریان داره اگر اجازه امریکا و همکارانش نباشه ملت افغانستان از برخورداری 30 الی 40 میلیون دلار نقدینه که هفته هار به کشور وارز میشه محروم خواهد بود این تعامل در این سطحش وجود داره و بنان اقتضا و تقاضا از داخل نظام فعلی هم قابل تفسیر است که اینها چی تعاملی را با جهان تا به حال انجام دادن که در مقابل کمک های بشری که دریافت میکنن و به نحوی از آنها نظام خودشون با این کار استوار و محکم میشه چی تعاملی را با جهان از خود بروز دادن در چگونگی ایجاد یک قانون اساسی در تمثیل نمایش مشروعیت داخلی ملت از طریق ایجاد یک شورای ممثل مردم افغانستان پیشنهاد صورت گرفته در چه ساحه نظام ما از خودگذری و تعامل نشان داده که ما بتونیم در جامعه بین المللی از او به دفاع بپردازیم متاسفانه در فقدان تعامل داخلی و ایجاد یک نظام مشروع از داخل
مبارزه برای رسمیت شناختن نظام فعلی کشور امر دشوارتر از قبل است. انجینر صاحب تاسو فکر کوئ د حل لار څه ده چې ام د نړۍ غوښتنې واوسي، ام د انعطاف واوسي، هم د اسلامي امارات یا د سرپرست حکومت غوښتنې چې له نړیوالو څخه دي هغه دې پر خپل ځای وي، هم د تعامل او رسمیت پېژندنې، هم د نړۍ همکاري افغانستان، ځکه افغانان په اقتصادي ناوړه وضعیت کې او د نړۍ مرستو ته ډېری اړتیا مند دي. تقاضای ما ایست که جامعه جهانی نظام فعلی افغانستان به رسمیت بشناسن. تحولاتی که در طول یک سال صورت گرفته بسیار جهات مثبت و وزنه مثبت بودنش بسیار سنگین تر از وزنه منفیش است. این تقاضای ما من حیث حزب اسلامی افغانستان است، ولی همزمان تقاضای ما ایست که تحریک امارت اسلامی طالبان باید تمام تقاضاهای مشروع و مطبوع که هیچ مخالفت با قوانین دینی و منافع ملی ما نداره اونا رو بپذیره، من جمله ایجاد یک نظام همه پذیر. و ما بر همه پذیر بودن بیشتر تاکید میکنم تا همه شمول. نظام همه پذیر ایست که همگی در او خود را شامل بدانند، جزو سرنوشت مشترک بدانند. متاسفانه این کار تا به حال تمثیل نیافته و این کار مطابق به احکام دینی و اقتضای منافع ملی هست. رفتن دختران کار خانمان اصول است که با دین در تطابقت است و اقتضای دینی است. اگر خارجی های تقاضا میکنن چرا امارت اسلامی افغانستان در رابطه هنوز که هنوز است تعلق به خرج میده، در حالی که ده ها و صد ها هزار هموطنان شریف و نجیب ما در حالت فلاکت و بدبختی اقتصادی به سر میبرن. ډیر زیات مننه کوم کریم صاحب چې وخت مونږ کړ کور مودان لدې سره له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیر زیات مننه کوم چې زموږ ملتیا موکړه. تر بیا ښه وخت.